بسم الله الرحمن الرحیم. کلینیکال استادی 2 فیور آنتی پایرتیک مدیکیشن فور پدیاتریک. فیور معناش بیشتر از 38 درجه است. اوکی؟ بین 36 و 16 تا 38 درجه میشه ساب فبریلیتی و بیشتر از 40.5 درجه میشه هایپر پایرکسیا. یادته که اون دفعه هم تو تست اومده بود، تو تستای چیز. کلینیکال است چه چیز همین because problem solving pharmacy in infant used to measure rectal temperature نیم دیگری سلسیوس subtraction is needed. تو بچه ها چی احتیاجه بگو؟ measure rectal temperature نیم درجه سلسیوس subtraction is needed. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دمای رکتالی اندازه گیری کنی منهای نیم کن، بعد بگو دمای بدن کل بدن چنده. below 38 degree celsius antipyretic treatment is not needed. زیر 38 درجه ساب فبریلیتی بگو تپور احتیاج نیست. What is the cause of fever? Infection, central fever. اگه central fever باشه به دلیل تومور، increase intracranial pressure، تروما، aseptic fever، هایپرترمیا، associated with movement یا protein product، excision و یا dentition. خاطر اینکه داره دندون در میاره. هایپرپایرژیک فیور به دلیل آلرژیک هایپرسنسیتیویتی، هایپرالرژیک فیور و مالیگنن دیزوردر ها میتونن از دلایلشون باشن. مالیگنن دیزوردر آنتی پایرتیک تریتمنت پاراسیتامول، روبوفن و پانادول. پاراسیتامول با اسم تجاری چی؟ روبوفن و پانادول. بچه 3 ماهه تا 1 ساله 3 تا 50 الی 150 میلی گرم پر دی، 1 الی 5 ساله 3 تا 150 تا 250 میلی گرم پر دی، 5 تا 14 ساله 3 تا 250 الی 500 میلی گرم پر دی. ساید افکتش هم لیور دمیج هم میدونی که پاراستامول. این هم دوزاجش، ببینی دوزاجش چیه؟ پس 3 تا 150 تا 3 تا 250 تا 5 ساله بعد 5 تا 14 ساله. آنتی پایرتیک تریتمنت با متامیزول یا آمیدازوفن 0.3 گرم پر کیلوگرم پر دی. جرمیسید ساپوزیتوری یا جرمیسید سی ساپوزیتوری که 0.1 گرم آمید بالا به 0.2 گرم فنوباربیتونه، آمیدازوفن ساپوزیتوری 0.1 گرم و 0.2 گرمیش هست. آنتی پایرتیک ساپوزیتوری آمیدازوفن سولوشن 1 تا 2% هست. آلگوپیرن اینجکشن و دمالگونیل اینجکشن. پس متامیزول و آمیدازوفن آنتی پایرتیک مهمی هست. ایبوپروفن 20 تا 30 میلی گرم پر کیلوگرم پر دی به نام های نوروفن سول که 100 میلی گرم پر 5 میلی لیتر یا نوروفن تبلت و یا نوروفن ساپوزیتوری. نوروفن که همون ایبوپروفن. سالیسیلیت 10 سنتی گرم پر کیلوگرم پر دی. آسپرین یا همون ایستوپرین یا کالموپرین که کلسیوم آسپرینه، درسته؟ نوت گیوینگ دم این فلو اند چیکن پاکس دی اوکرنس اف ری سیندروم از اینکریست دی ایندیکیشن از ناروت. ایندیکیشنش واسه خیلی خیلی کمه. ما اصلا گفتیم ندیم به بچه آسپرین اینا رو. این حالا داریم که اگر هم خواستی بدی 10 سنتی گرم پر کیلوگرم پر دی و به خاطر ری سیندروم هم ایندیکیشنش از ناروت، ولی ما بهتر اصلا ندیم. سنتیگرم یعنی یه میکروگرم میشه؟ نه سنتی یعنی 10^-2، یعنی بهتر بود بگه که 0.01 گرم. 0.01 گرم پر کیلوگرم. ما میگفتیم معلمه میگفت فوربیدنه، ولی ما میدونیم خودمون آسپرین بچه داریم. ببینی؟ داریم دیگه، ایران ما میخوریم. فیزیکال نان فارماکولوژیکال تریتمنت کولد پک پوتینگ آن لوک ورم بچیت. بذاریمش تو بچه ها تو چی؟ لوکه ورم بچید و bathing decrease the water temperature slowly. collapse convulsion may occur if the water is too cold. اگه آب خیلی سرد باشه collapse میشه. convulsion and treatment in childhood febrile convulsion simple febrile convulsion 2-5% children و به into 5% of the children وجود داره febrile convulsion و benign. age 6 months to 5 years با fever شروع میشه generalized no longer than 15 minutes و no neurological disability پیش میاد febrile convulsion.
complicated of fibril convulsion to age before 6 months یا after 5 years همراه با subfebrility, focal seizure longer than 15 minute, neurological disability, abnormal EEG pattern و higher risk of epilepsy وجود داره. اگه کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 5 سال باشه. اما بین 6 ماه تا 5 سال با تب generalized نه که بیشتر از 15 دقیقه هم نباشه با disability هم راه نباشه بناینه. بناین و بعدیه چیه؟ این الان complicatedه. چرا؟ به خاطری که بیشتر 15 دقیقه است همراه با neurological disabilityه قبل از 6 ماه و بعد از 5 ساله درمان adequate antifebril therapy آمیدازوفن ایبوپروفن و پاراسیتامول کولد پک و لوک وارم بس ایبوپروفن آمینوفنازون آمیدازوفن و پاراسیتامول و ایبوپروفن کولد پک و لوک وارم بس فبریل کانوولژن تریتمنت داری میبینی که الان چیه انما Parents must be educated for usage. Diazepam, Decitin rectal tube. حالا اینجا دیازپامه. انمای از نوع چی؟ دیازپام. Less than 15 کیلوگرم 5 میلی گرم بده. More than 50 کیلوگرم و 10 میلی گرم بده. بچه زیر 15 کیلو 5 میلی گرم دیازپام. اوکی؟ بله. بس باشه گذاشته Decitin rectal tube. بیشتر از 15 کیلوگرم بگو 10 میلی گرم بده. What may be the cause of convulsion? هایپوگلایسمیا، هایپو اور هایپرناترمیا، هایپوکلسمیا، هایپومگنزمیا، مننژایتیس، انسفالایتیس، تروما، اپیلپسی و چی؟ اینتوکسیکیشن. دیاگنوستیک تست این کیس آف کانوولژن، پریسایز آنمیا اند فیزیکال اگزامینیشن از ایمپورتنت. پریسایز آنامنزیز یعنی هیستوری آنامنزی یعنی هیستوری گرفتن و فیزیکال اگزامینیشن از ایمپورتنت. لب تست هموگلوبین HTC هماتوکریت بلاد گلوکوز و الکترولایت ها EEG CT MR و لومبال پانکچن اینا روش دیاگنوستیک چیه؟ کانوولژن کانوولژن تریتمنت گراند the child at the safe place the tongue must not slide back چون احتمال خفگی آسپیریشن انتظار میده کانوولژن ویت آن کلاریفای اوریجین هاف تو گیو گلوکوز اگه نمیدونید دلیلش چیه هاف تو گیو گلوکوز چون امکان داره که برین مشکل پیدا کنه و مغز مشکل و قند بده. دیازپام آی وی 2.5 میلی گرم پر کیلوگرم. دیازپام دسیتین رکتال تیوب هم میتونیم بدیم. فنیتوئین 10 میلی گرم پر کیلوگرم. باربیتوریت بدیم برای درمان کانوولژن 20 میلی گرم پر کیلوگرم. میدازولام و کلونازپام اینفوژن و تیوپنتال. بس بگو دیازپام دیازپام دسیتین رکتال تیوب انمایی فنیتوئین باربیتوریت میدازولام کلونازپام تیوپنتال که خودش میگفت درمان کانوولژن صفحش براش مهم تیوپنتال میدازولام باربیتوریت فنیتوئین و دیازپام حاضر چند صفحه با قبل یه درمان دیگه زده بود با ایبوپروفن و اینا برو اون ساب فبریل کانوولژن بود این فبریل کانوولژنه مثل فبریل ادیکویت آنتی فبریل تراپی ضد تبرهایی که تو کانوولژن استفاده میشن اوکی؟ حالا خود کانوولژن درمانش چیه؟ گفت حالا میاد کانوولژن have to be clarified the type of convulsion فوکاله یا جنرالایزه ایدیوپاتیکه یا سیمتوماتیکه اپیلپسی داره یا اپیلپسی نداره اپیلپسی سیندرومش چجوریه آنتی اپیلپتیک تریتمنت هم انجام بده اپیلپسی الان کانوولژنش میشد چی؟ تشنج. اپیلپسی یعنی سرع. اگه فوکال اپیلپسیه کربامازپین. اگه جنرالایزه والپوریت. یادته؟ والپوریت اینا چند نوع اپیلپسی داشتیم. حالا اوکس کربامازپین، توپیراماد، لاموتیریژین، لوتیراستام، کلونازپام، کلوبازم، فلبامات، گاباپنتین و اتوسوکسیماید هم میشه استفاده کرد. Thank you for your attention. خدا نگهدار.